انشالله که حال همگی خوبه، منم خوبم. امشب یه یعنی نه امشب فکر کنم یه کلاسی داشته باشیم، برای شاید 2 یا 3 جلسه باشه، و من از همینجا بهتون قول میدم که این کلاسایی که به اسم Secret of Dream یا سیکرت خواب هست، که خواب چیه و ما چرا میخوابیم و چرا خواب میبینیم، که داستان بسیار مفصلی داره و خیلی دیپه، به شما یه سرتیفیکیت بده که واقعا با یه دنیای جدید آشنا بشین و با یه دانش قشنگی آشنا بشین. میخوام اینو از حالا بهتون بگم، من بهتون قول میدم که اگر پیگیری بکنین این کلاس ها رو و دقیقا متوجه بشین، میبینین که چه جای خوبی هستین. خیلی خیلی مهمه این کلاس، کلاسی که من خودم خیلی بهش علاقه داشتم و باور بکنم الان حدود 1 سال میشه که دلم میخواد که اینو با تو شیر بکنم، وقت نشده. حالا به هر دلیلی خدا رو شکر امشب تونستم که شروع بکنم با شما. در هر حال میخوام بدونم که خواب یعنی چی، ما چرا میخوابیم، ما چرا هر شب میخوابیم. و حتما میدونین 1/3 از زندگی ما در خوابه، ما میخوابیم 1/3 از زندگیمونو. و همه ما فکر میکنیم که خوابیدن یه نوع استراحت فیزیکلیه، در حالی که نه، خوابیدن استراحت فیزیکلی نیست. خوابیدن چیه؟ نمیشد خدا مثلا یک کاری بکنه ما نخوابیم، بیدار باشیم همیشه، و خواب اصلا به چه دلیل باید بخوابیم؟ خب ما میدونیم که نه تنها ما هستیم که میخوابیم، بلکه حیوانات هم همین حالت رو دارن. پرنده ها، ماهی ها، درخت ها، یا حتی خود نیچر، حتی خود طبیعت هم اگه شما ببینید میخوابه. شما درخت ها رو ببینید تو زمستون این خوابن، یعنی نه برگی نه باری نه هیچی، خوش اونجا، و ما خیال میکنیم که از بین رفتن، ولی میبینید باز بهار میشه و دوباره همه چیز زندگی از نو شروع میشه. منظور چیه از این که این نیچر هم میخوابه؟ چرا باید باز یه فاصله باشه بین بیداری و خواب؟ میخوام یه مثالی رو براتون بزنم که بدونی که چقدر جالبه. میگه یه شاگردی میاد از استادش میپرسه که میگه من خواب دیدم که پروانه شدم، حالا که بیدارم نمیدونم این منم که خواب پروانه شدن دیدم، استاد این منم که خواب دیدم که پروانه شدم، یا چی؟ یا من یه پروانه هستم که مدت هاست خواب میبینم، آدمم، انسانم، کدومشه؟ ببین چقدر این موضوع جالب و دیپه. معنی این مثال تا حدودی میخواد به شما بگه که شاید ما تو این دنیای ملخوتی که داریم زندگی میکنیم، شاید خود ما نوعی خوابیم. اینجا داریم یه خوابی رو میبینیم، یه دریمی رو میبینیم، یه رویایی رو داریم با زندگی میکنیم. شاید بیداری ما جای دیگه است. خب و به همین خاطر میبینیم که ما حتی تو ساینس هم داریم، که تو ساینس دانش هم داریم، که میدونیم که پروگرامی تو کامپیوترها هست که توی هاردور و سافتورشون تمام پروگرامینگ شده، کامپیوتر درست شده از آن آن آف، یعنی خواب و بیداری، خواب و بیداری. و میدونیم بعضی موقع که میبینیم که سیستم به هم ریخته، وقتی سیستم رو شاتداون میکنیم، یعنی در اصل سیستم رو میخوابونیم و دوباره روشن میکنی، میبینی واو همه چی دوباره سر جاشه. حتی تا اینجا این خواب میره، در حالی خیلی کمتر چیزی هستش که این موضوع رو
تو بین دانش و اسپارچولیتی فرق زیادیه، ولی میبینی که اینجا با هم یکی شدن. در هر حال همینطور میبینی که تو خلقت هم در آغازی که وقتی خدا آدم رو آفرید و وقتی که خواست خداوند حوا رو بیافرینه و به دنیا بیاره، میگه که آدم رو خواب کرد، آدم رو خوابون. برای چه آدم رو خواب کرد؟ یعنی آدم رو گذاشت توی افس، توی ناتینگنس، و تونست که تو این خواب بتونه که حالا هر چیزی هوا به دنیا میاد. یعنی حالا داستان مفصله اینا رو من نمیخوام، بخوام اینا رو براتون دیتیلش رو بگم وقتمون رو میگیره، فقط میخوام بهتون موضوع خواب رو اینجا عنوان بکنم براتون. ببینید ما هر شب خواب میبینیم. احتمالا اکثر ما هر شب 4-5 رو خواب میبینیم. از موقعی که شروع میکنیم به خواب رفتن نمیدونیم که این خوابا با هم فرق میکنه. شاید تا امشب شما ندونید این موضوع رو، در حالی که باید بدونیم که این وقتی ما میخوابیم این خوابا با هم دیگه فرق میکنن. یعنی چی؟ یعنی خوابی که من مخصوصا اینو نوتا رو گذاشتم جلوم، دقیقا دارم روش نگاه میکنم که این موضوع، این کلاس رو به شما دقیق بگم. یعنی این یه کلاس خیلی 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 دیپیه و ازتون خواهش میکنم این مثلا کلاس امشب رو حتما و حتما رکورد کنین، نگه دارین، به خاطر اینکه بدونین که کلاس هفته بعد به امید خدا دنباله اینه که باید این کلاس رو بدونین تا بتونین اون یکی رو متوجه بشین. منظورم به اینه که خواهش میکنم توجه داشته باشید. ببینید خواب اولی که ما میخوابیم، خواب اول شب خیلی کوتاهه، ولی یه مسیج خیلی خیلی پاورفولی داره. اما وقتی نزدیک های صبح میشیم خوابا بیشتر و بالاتره، طولانیتره، بیشتره، ولی ممکنه مسیجش کمتر باشه. یه سوال دیگه اینجا هست. ما بعضی از ما تو روز میخوابیم. خود من یکی از کسی هستن که اگه تو روز حتی نیم ساعت، یعنی یک ربعم حتی نخوابم، اصلا دیگه عصرش اصلا بعد از ظهر نمیتونم. اینی که دارم با تو شیر میکنم شاید از دوره نوجوانی اینطوری بودم، عادت دیگه. در هر حال ولی چه فرقی میکنه خواب شب با خوابی که ما تو روز میکنیم؟ اما بشر ما فکر می‌کنیم که خواب شب بهتره، ولی کابالیست‌ها توصیه می‌کنن که سعی کنین تو روز یه مدت زمان کوتاهی هم که شده یه شاددانی بکنین، مخصوصا بعد مینها. اما یادتون باشه که آریا کادوش میگه توصیهش کامل میکنه که حتما روز شب باد حتما بخوابید. اگه شده 10 دقیقه که شده حتما بخوابید، حتی اگه شده برای 5 دقیقه که شده حتما بخوابید. چرا؟ به خاطر اینکه اون انرژی که توی اون روز شب باد شما میگیرین، اون انرژی برای تمام هفته شما کار میکنه. درست اینه چی میمونه؟ اینه روز شبات یا شب شبات ما باید غذا بخوریم، یعنی دیگه دنبال دایت نباید باشیم، برخا رو بگیم روز شبات تا میتونیم غذا رو با میل و رغبت بخوریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینه که تمام هفته ما این یه ماشینی که فیول میکنیم، پر بنزینش میکنیم، بتونیم چی ازش استفاده بکنیم. من اینا رو باز یه توضیحات کوچیکی. حالا خواب چه اتفاقی برای بدن اسپارچولیتی میفته؟ یعنی نه برای بدن، برای اسپارچولیتی دنیای درونی ما میفته. جالب اینه که تو کبالا میگه
خوب دقت کنی، کبالا میگه دلیل خوابیدن شب یه چیزه و اون خواب دیدنه. میدونی چی؟ یعنی فقط خوابیدن نیست، دلیل بزرگ خوابیدن در کبالا اینه که ما خواب ببینیم. تلمود میگه اگر کسی، بذار من اینا رو اینجا درستش بکنه که وقت اشتباه نشه، خیلی در تلمود میگه که اگر کسی 3 روز خواب نبینه در حالت رع میفته. رع، رع به معنی رش، به معنی دریافت کردن، و عین، را از رش و عین درست میشه. رش به معنی دریافت کردن و عین به معنی خودخواهی و ایگوه. چرا؟ شما کلمه عین اگه ببینید، کاش اینجا دست من بود بهتون نشون بدم، دو تا چیز درست عین دو تا شاخ میمونه عین، با اینکه یعنی چشم، عین هم چشم میشه، ولی دو تا شاخه، یعنی درست اون شاخ رم یا قوچیه که تو مصر میپرستیدن و و علامت ایگوه. خب حالا یعنی چی؟ یعنی اگه 3 روز کسی خواب نبینه توی خودخواهی و ایگو خودش کاملا گرفتاره. خب و متوجه میشیم که خوابیدن بهترین محصول خوابیدنه. آریاگودوش توضیح میده، این خیلی مهمه که من دارم خدمتتون میگم، بذارید من اینو میتونم رفعش بکنم از اینجا. نه نمیشه. خیلی خوب، آری میگه که زمانی که ما میخوابیم یک شستم روح ما در بدن ما میمونه و 59 قسمت آن از بدن اون خارج میشه. یک شستم میمونه، 59 قسمت ما خارج میشه. یعنی اگر روح رو ما 60 قسمت بکنیم، 1 قسمتش میمونه. علت موندن اون 1 قسمت چیه؟ به خاطر اون نفشه. 1 قسمت از 60 قسمت نفشی که باید تو وجود ما باشه تا ما بتونیم زنده بمونیم. و بعد 59 قسمت روح از بدن ما خارج میشه. اگه دقت کرده باشین توی فارسی یه مثالی داریم، میگیم یه چیزی رو متوجه میشیم، یه چیزی رو یه دفعه میگیریم، میگیم اه 60 خبردار شد. یعنی چی؟ یعنی اون 1/60 خبردار شد، یعنی اون آگاهی بیشترش رفته، ولی من فهمیدم داستان چیه. 60 خبردار شد. این خیلی مهم بود که بهتون میگم. پس 5 یعنی بیشتر روح ما میره خارج از بدن، خارج از بادی. خب بعد میرسیم بهش دقیقاً، به امید خدا. به همه اینا من الان دارم فقط براتون توضیح رو میدم که بدون کجا هست. باز در کبالا میگه خواب دیدن قسمتی از پراویسیه، قسمتی از نبوته. و وقتی که 59 قسمت از روح ما خارج میشه چی میشه؟ ما با مرگ فاصله زیادی نداریم. گرفتین؟ ما فقط نفش داریم وقتی میخوابیم. خب به همین خاطر تفیلای صبح ما با اله نشما شروع میشه. خدایا شکره که دوباره نشمای من به من برگشته. یعنی چی؟ یعنی قرار نبوده برگرده، ممکنه او 1% هم بره. حالا توی عبری، توی کلام میخوام بگم، توی حروف عبری و توی کلمه های عبری میتونیم اینو دقیقا بفهمیم. چیه؟ در عبری به تخت خواب میگن میتا، که میتا درست شده از مم، یود، تت و ه، یعنی تخت خواب. مم، یود، تت و ه، تخت خواب. و یه میتای دیگه هم داریم که درست شده از مم، یود، تاف و ه. اون میتای میدین چی میشه؟ میشه مرگ. یعنی وقتی
چقدر این کلمه ها میتونه با هم دیگه قشنگ توضیح بده. این کلاس هستو میتا و میتا تخت خواب. ما همه روزمون به صورت افقی هستیم، اینطوری را میریم، ولی دور از جون وقتی کسی میمیره، ببخشید، تمام روزمون عمودی هستیم، من اشتباه کردم، عمودی هستیم، ولی وقتی کسی از دنیا میره به صورت افقی میشه. ما تو تخت خواب اونم به صورت افقی میخوابیم. خب میخوام اینو بیشتر براتون توضیح بدم که بدونید که هیچ فاصله ای نیستش. من اینو یکی دو بار تو کلاس های دیگه هم گفتم. سالای یه آماری در آورده بودن، نمیدونم تو 2019 بود یا 18 بود، من خوندم که از 8 بیلیون نفر آدم تو دنیا هر سال یه چیزی حدود 80-82 نفر، 2000 نفر تو خواب از بین میرن، میمیرن و هیچکی نمیدونه چرا. میدونید؟ یعنی هیچ دکتری، هیچ کسی نمیدونه این 8، یعنی کسی که تو اون خواب، سوای کسایی که مریض بودن و whatever مشکل فیزیکالی داشتن یا هارد اتک کردن، فرق اونا رو نمیگه. میگه 80,000 نفر آدم تو خواب از بین میرن، توشون پیرمرد داره، بچه داره، جوان داره، نوجوان، همه چی هست و هیچی نمیدونه چرا. یعنی علم طب نفهمیده اینا چرا از بین رفتن. این همون حالت است، یعنی یک شستومه رفته، تمامش شست در همش رفته و دیگه برنگشته. به همین خاطره که ما صبح میخونیم الهی نشما شنا، یعنی خدا شکر که نشما من به من برگشته. یعنی میخوام این رو بهتون بگم، اونی که اتفاق میفته که میره و نمیاد، شاید یه اتفاقی باشه که نرماله، نیست ما ها سال هاست خدا رو شکر که شب خوابیم صبح بیدار شدیم، ما خیال میکنیم وقتی صبح بیدار میشیم نرماله. نه، ما صبح که از خواب بیدار میشیم از میراکل، یادتون باشه میراکل، اون اتفاقه میتونه برای هر کسی بیفته. خب ولی خدا اینقدر ما رو دوست داری که باز به ما یه روز دیگر رو میده، یه روز دیگر رو به ما میده که ما بفهمه ما کجای کاری. خب حالا میگم اینا رو نمیخوام ولی پیش میاد دیگه، باید بگم. حالا میگه که حالا اینجا وقتی ما خوابیم سوال ما کجا میره، چه اتفاقی میفته. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ کانسپتی تو تورا هست که خدا میاد، حتما میدونین، به ابراهام خبر میده که من میخوام شهر سدوم و عمارا رو از بین ببرم. خدا میاد به ابراهام میگه ببین من میخوام شهر سدوم و عمارا رو از بین ببرم. و بعد مقوبالین بحث میدونه که چرا خدا این خبر رو به ابراهیم میده، به ابراهام میده، چرا میاد میگه من میخوام اینجا رو از بین ببرم. و در کبالا یاد میگیریم که خداوند هیچ وقت ما رو سورپرایز نمی کنه. یادتون باشه خدا هیچ وقت یک باره نمیاد یک کاری بکنه که ما خبر نداشته باشیم. خدا هیچ وقت ما رو سورپرایز نمی کنه. خداوند همیشه به ما از قبلش یه خبری میده، یه تذکری میده، به ما یه هشدار رو میده. میدونید؟ متوجه هستی منظور منو؟ یعنی اگه خدای نکرده حالا یه اتفاق خوب یا اتفاق بد فرقی نمی کنه، یه خبری به ما میده، این ما هم که نمیگیریم. خب میگه میگوبالین میگن که این خبر در خواب به ما داده میشه، بیشترش تو خواب به ما داده میشه. یا میخوام بدونین که اهمیت خواب چقدر بالاست. یعنی اگر من امشب تو این کلاس هستم و میدونم که این سورپرایز نمیشم هیچ وقت و از قبل خبر دارم، پس بیشتر رو خوابم دقت میکنم. خب حالا اگه دقت بکنیم میبینیم که وقتی ما خواب میبینیم، این خوابا تو زمانهای مختلفی اتفاق افتاده، تو مکانهای مختلف اتفاق میفته. توی یه وقت میبینید تو ایران هستیم، یه وقت میبینید تو اسرائیل هستیم، یه وقت خواب کسایی میبینید که توی دنیا نیستن، یه وقت خواب یه جایی میبینید که اصلا نبودید،
یه وقت میبینیم داریم پرواز میکنیم، یه وقت داریم میبینیم که داریم سقوط میکنیم. میدونیم یعنی تو خواب یه حالتی هستش که کاملا فرق میکنه با این زمان بیداری. خب با کسایی برخورد میکنین که شاید از سالها و سالها و سالها اصلا یادتون رفته ولی میبینینش. خب یه وقتی خواب حتی میتونه ما تو خواب تو آینده باشیم. میدونین چی میگم؟ یعنی خواب نیست که فقط از گذشته بیاد به تو حرفی رو بزنه، یه توی حال خواب میبینی تو آینده میاد با تو صحبت میکنه. متوجه شدین؟ حالت خواب چون که یک حالتیه که ما هیچ تا امشب البته هیچ آگاهی ازش نداریم، ولی امشب به امید خدا میخوایم آگاه بشیم، میخوایم اور بشیم این چه خبره. خب ما میدونیم که اگه خاطرتون باشه همیشه این صحبت شدی که دنیای امت، دنیای حقیقت، دنیای بالاتر از کتر، دنیایی که نور توش، دنیایی که زیبایی و همه چی حقیقیه 99% و این دنیایی که من و شما داریم توی زندگی میکنیم دنیای 1%. اون دنیای 99% دنیای حقیقت، دنیای تروته و این دنیایی که ما الان توش هستیم دنیای واقعیته. خب 1%. ما وقتی که میخوابیم، من و شما انسان وقتی ما میخوابیم، روح ما خودشو کانکت میکنه به اون دنیای 99%. خوب بدونین اینو. یعنی چی؟ یعنی کنده میشه از این دنیای ملحود، از این دنیای 1%. ممکنه ما خواب این دنیا رو ملحود رو تو خواب ببینیم، ولی ما کانکت شدیم با کجا؟ با اون دنیای حقیقت، با اون دنیای امت، با اون دنیای 99%. و این دنیا چه دنیا؟ دنیای روحانیه. خب دنیای اسپریچوالیتیه. خواب تو این دنیاست. حالا وقتی تو این دنیا وارد میشی، تو این دنیا نه زمان وجود داره، نه مکان وجود داره. خب نه حتی میخوام بگم شاید یه جای حرکت هم نباشه، ولی تو این دنیای روحانی از زمان و مکان و اینا اصلا وجود نداره. به خاطر این فراتر از دنیای مفقود یا دنیای فیزیکال ورد ماست. چرا؟ چون که ما تو این دنیای فیزیکال وردمون، تو این دنیای مفقود با این پنج تا حسمون چیزا رو، دنیا رو حس میکنیم، دنیا رو درک میکنیم. خب اما و این پنج تا حسه لیمیتیشن داره، یه جایی پنج تا حسه. حالا بعضی میگن ما حس ششم هم داریم جای خود، ولی اون حس ششم که باشه بالاخره حتی حس هفتم هم باشه در یه جا لیمیت داره. خب اما دنیای خواب لیمیتیشن نداره، لیمیتی توش وجود نداره. خب ما زودی گذشت، نمیتونم برسم به این. ببینید تو خواب هیچ خجالتی وجود نداره، تو خواب هیچ خجالتی نیست. ممکنه این اتفاق، یه اتفاقی تو دنیای فیزیکالی تو این دنیا برای ما بیفته خیلی خجالت آور باشه تو این دنیایی که هستیم. خب خیلی خجالت آوره، خیلی زشته، خیلی بده، ولی تو دنیای خواب اصلا این خجالت نیست. مثال بدی میخوام بزنم، وقتی میگم تو خواب مثلا طرف با مادرش همخوابگی کرده و هیچ خجالتی توش نیست، میدونین؟ یا تو خواب میبینین که دقیقا دونسته یه کار خیلی بد و زشت، آدم کشته، دزدی کرده، یه کار خیلی زشتی کرده که تو این دنیاه خیلی بده، ولی تو اونجا خجالتی نیست، راحت این کارو، نه پشیمونی توشه، نه خجالتی توشه، نه هیچ محدودیتی توش وجود نداره. بدون اینا رو خب و در کبالا باز یاد میگیریم که 99% روح ما میاد خودش رو وصل میکنه به اون دنیایی که توش لیمیتیشن نداره، توش زمان نداره، توش مکان نداره، توش خجالت نداره،
توش یه جاییه که چی میگن، یه جاییه که محدودیتی نداره. خب حالا ما وقتی خودمون وصل میکنیم به اون دنیای اسپارچوریتی روحانی، وصل میشیم به دنیای صدیکین، وصل میشیم به دنیای فرشته ها، و بستگی داره که ما چطور بتونیم روحمون رو پرواز بدیم که بتونیم خوب دقت کنیم. پس یاد گرفتیم وقتی ما میخوابیم این روح ما میره توی دنیای بالا، تو دنیای صدیکیم، تو دنیایی که ملاخیم هستن، توی دنیایی که موشه به نمرام توشه. خب و ما بستگی به من و شما داره که چطور این روح رو پرواز بدیم که بتونیم جواب اونو با خودمون برگردونیم. یعنی اگر سوالی داریم بتونیم انجام که بتونیم یاد میدم به امید خدا اینا رو امشب، یا ممکنه امشب نرسم ولی بالاخره توی کلاس یاد میگیم، یاد میگیم توی این کلاس که بتونیم چطور دیکته کنیم، دقت کنیم، چطور دیکته کنیم که چه خوابی رو ببینیم. خب یعنی چی؟ یعنی شما دقیقاً عالم و آگاه و توی اورنسی هستی که شاید خوابتو بتونی با خواسته که میخوای مثل یک مدیتیشن در بیاری. یعنی بدونی که چطور چی رو میخوای، چه خوابی رو میخوای ببینی. خب توی همین کلاس با زیاد میگی چطور میتونیم روحمونو کجا بفرستیم تو خواب که بتونه به من مسیجی که میخوامو بگیره. تو تورا اینو به تو میگه. کجا میگه؟ تو پاراشه بالاک میگه که وقتی که بالاک میاد به بیلعام میگه که بیا برو اسرائیل رو نفرین کن، بیلعام چی میگه؟ میگه بذار بخوابم. بیلعام تازه یه آدم نگاتیویه در اصل. یعنی ببینید بیلعام، نمیخوام بگم اسم نگاتیو نمیخوام روش بزنم، ولی تو اون دنیا داره سر میکنه، تو دنیا نگاتیوه و اینقدر رابطش با خداوند نزدیکه که شاید مثل موشه، ولی متاسفانه به خاطر اینکه از این رابطه سوء استفاده میکنه، به همین خاطر تو دنیای نگاتیو میره. ولی با این حال میاد چیکار میکنه؟ به بالات میگه که بذار بخوابم، از خدا بپرسم، به تو جواب بدم. تورا اینو به تو میگه. بیلعام میگه به بالات، میگه بذار بخوابم، فردا بیاد به جواب میدم. که فردا که میشه میگه نه، میگه من پرسیدم، من نمیتونم اسرائیل رو نفرین کنم. گرفتین چی شد داستان؟ یعنی اینجا میگه تو، یعنی چرا اینو تو تورا به ما میگه؟ میگه من و شما هم میتونیم این کارو بکنیم، من و شما هم میتونیم سوالی رو اگه داریم بتونیم تو خواب بپرسیم، بفهمیم. حالا دوباره تو پاراشای میکس که از کتاب برشیته که یادم شاید یک ماه پیش موندیم، میبینیم که شیرین ترین و جالب ترین موضوع خواب در پاراشای میکسه که در ظاهر شیمون بر یوحنا انجام از اون صحبت میکنه که از پاراشای میکس میاد. یعنی شیرین ترین ماجرایی که ما میتونیم از خواب بدونیم از همین پاراشای میکسه. چیه؟ میگه وقتی یوسف 17 سالش بوده، خواب میبینه که خورشید و ماه و 11 تا ستاره خب به اون تعظیم میکنن. خورشید یعقوبه، ماه راخله و اون 11 تا ستاره برادرها هستن. خب و میمینه بهش تعظیم میکنن که اینو میاد به برادرها میگه حالا باز نمیخوام برم تو دیتلو، میدونین حتما شما اینا رو. اما وقتی که این خواب به نتیجه میرسه، میبینیم که راخل اولام رفته بوده. چرا اینو میگه؟
میگه که شما اون چیزی هم که دقیقا تو خواب میبینین مقدارش حقیقته و مقدارش حقیقت نیست. متوجه شدین؟ اینا تمام مسیجی که من میخوام به شما بدم، یعنی اینا رو تورا به ما داره میگه. حالا دوباره برمیگردیم باز به خوابیدن. بعضی موقع ما یک ساعت تا دو ساعت میخوابیم و اگه دقت کرده باشیم و یه دفعه پر از انرژی بالا میشی، راحت، سرحال، انگار این که چه میدونم 24 ساعت خوابیدی. ولی یه وقتا میدید 10-12 ساعت میخوابیم، ولی وقتی بالا میشه باز میدید هنوز احتیاج داری بخوابیم، مثل که نخوابیدی. چرا؟ همینطور که گفتم خوابیدن وسیله برای تازگی روح و نشامه ماست و این احتیاج داره که با دنیای روحانیت و اسپارچولیتی تماس داشته باشه. روح ما میره تو دنیایی که انرژی بگیره، خب؟ و شما وقتی با اون دنیای اسپارچولیتی کانکت میشی، موقع است که فول انرژی هستین و حالتون بهتر میشه. ولی وقتی که بعضی وقتی که میخوابیم و هنوز حالش رو نداریم، به قول معروف انرژی نداریم، خب اون موقع است که ما کانکت شدیم به جایی که نباید باشیم. ایگو هست دوباره که بهتون توضیح میدم، البته اینا رو میخوام فقط بدونین. اینا رو بهترین وقت خوابیدن سوای اون روزی که راجبش صحبت کردیم اینا، بین ساعت 12 تا 4:30 صبح، یادتون باشه بین 12 و 4:30 صبح، و ما مفیدترین خوابمون رو تو این ساعت ها میبینیم. خب چرا میگه 4:30 صبح؟ به دلیل اینکه یادتون باشه کارشون هم شب، اگه یه وقت تو همین ساعت ها بیدار شدین، حتما و حتما مدیتیت بکنین، حتما تفیلا بخونین، حتما کانکت بکنین خودتون رو، چون که بهترین زمان برای تفیلا و مدیتیشن این موقع ساعت 4-4:30، موقعی که تاریکی داره میره، شب داره تموم میشه و نور خورشید داره میزنه، اون زمان بهترین زمان. او. یه موضوع دیگه هم داریم که ببینیم که چقدر خواب اهمیت داره و این اهمیت تا کجاها میره. اگه دقت بکنین، حتما خوندین، خدا نکنه که هیچ وقت این گرفتاری برای ما به وجود بیاد، معمولا وقتی میخوان از کسی اعتراف بگیرن، سخت‌ترین کار برای اون کسی که میخواد اینه که نذارن بخوابه. یه وقت میبینی یه مجرمی رو، کسی رو میارن 3 روز، شاید 2-3 روز نمیذارن بخوابه، و این وقتی که میاد دیگه هیچ حسی نداره، اصلا هیچ چیز و همه چی رو میگه، از بس که بدترین شکنجه است اون نخوابیدن. اگه دقت کرده باشی، وقتایی هم که سوار هواپیما هستین، جتلک میگیرین، حالا چه تو رفتن چه تو برگشتن کاری ندارم، بازم اون زمان زمانی که روح نتونسته کار خودش رو انجام بده. خب به همین خاطر میبینی که ما توی حالت گیج و ویجی هستیم، توی حالت اصلا بحرانی هستیم، اصلا یه وقت میبینی ساعت چه میدونم صبح، ساعت 10 صبح خوابمون میبره، که بعدم بتونه بدن اجازه بده که این خودشو اجاست بکنه تو حالت نرمال بیاد. در هر حال یادتون باشه که تمام خوابا یه مسیج و یه پیغامی رو دارن، حتی نایتمر ما، کابوسی رو که میبینیم، حتی یه مسیج و پیغام خب که بتون. اینجا یه چیزی رو من دارم خودم نوشتم، میگه وقتی خدا به تو رویایی رو میده، خوابی رو میده، خواب دیدنی رو میده، رویا همیشه یک امتحانه. گرفتاری های زندگی در واقع یک هدفی دارن، اونها تو رو از بین نمیبرن، له نمی کنن، خورد نمی کنن. اون خوابا، اون ناکمرا، چیزایی که در درونت وجود دارند رو به بیرون هل میده،
میدونی اون خوابای کابوسی که آدم میبینه، یه چیزایی تو وجود ما هست که این کابوس داره به بیرون هول میده. خب فشارهای زندگی و پرابلمهای زندگی قدرت درون تو رو بیدار میکنه. یعنی نترسیم یه وقتی خوابای بد میبینین یا خدا نکرده کابوس میبینین، ترس نترسیم. یه ترس بدترین چیزی که ما رو تو خواب اسیر خودش میکنه، ترس. حالا میرسم بهش ولی میخوام باز توضیح بدم براتون. یه وقت مثلا بالاترین ترس، ترس از مرگه. خب ترس از مرگ خیلی ترس بدیه. به همین خاطر بچه وقتی به دنیا میاد اولین جیغی که میکشه تازه میفهمه اومده تو این دنیا، پس یه چیزی تمومی هم داره. کاری ندارم به اون موضوع امشب. ترس از مرگ خیلی بد ترسیه. شاید این ترس از مرگ خیلی وقت ما رو توی خواب به هم میریزه. ولی از اون بدتر این چه ترسیه؟ ترس از زندگیه. ترس از زندگی خیلی بد، از مرگم بدتره. یعنی این ترسه باعث میگه من شب تا صبح خوابم نبره. تو وقتی که خورشید میزنه اصلا میگم خدایا چرا روز شد. و از اون بدتر کسانی هستن که هم از مرگ میترسن هم از زندگی. اونا اصلا یه حالت بین مرگ و زندگی هستن. نمیخوام اینا رو مخصوصا بهتون میگم که بدونیم که چجوری ما بتونیم به امید خدا یاد بگیریم که یعنی یه بیبی بخوابیم. خب هیچ خوابی بدون معنی نیست. هیچ خوابی، همه خوابای ما معنی خودشو داره. باور بکنید، باور بکنید. امشب من دارم با شما صحبت، اینقدر اینجا من مسیج اینفورمیشن دارم، اینقدر چیزا دارم و میترسم نتونم بهش برسم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم بهتون برسونم اینا رو، به خاطر اینکه هفته دیگه میخوام تازه وارد قضیه اصلی بشیم. جالبم اینه که وقتی هم صبح هم خواب بیدار میشیم میبینیم اصلا خواب یادمون نمیاد. بعضی وقتا مقدارش یادمون میاد، بعضی وقتا روشن، بعضی وقتا که از خواب بیدار میشیم یادمون میره. میخوام یه آفری بهتون بدم، ریکامند بکنم اصلا، که اگر یه وقت خوابی رو دیدین که براتون خیلی مهمه بلنشین بنویسینش خب که یادتون بیاد. حالا چرا خواب یادمون نمیاد؟ چرا بعضی خوابا یادمون میاد؟ چرا بعضی خوابا یادمون نمیاد؟ عرض کردم قبلا که خداوند هیچ وقت ما رو سورپرایز نمیکنه. خدا میخواد به ما یه چیزی رو گوش زد بکنه، شستمون خبردار بشه، یه شستمه که صحبتش رو کردیم خبردار بشه، اخطار بکنه. خدا ما رو تنها نمیذاره، بستگی به ما داره. خوب دقت بکنیم، بستگی به من و شما داره که ما چجوری این خواب رو بتونیم تعبیر بکنیم. اینطور حالا میبینیم به اونجا. اگر خواب رو تعبیر نکنیم مثل یه میمونه که یه کادوی رو کسی به ما داده، ما این کادو رو گرفتیم اصلا درش رو نکردیم، گذاشتیم یه جا یا حوصله باز کردنش رو ندیم. یادتون باشه خواب باید حتما تعبیر بشه. خیلی مهمه که خواب تعبیر بشه. و اما از همه مهمتر اینه که چه کسی اونو تعبیر بکنه، چی تعبیرش بکنه. ببینید اگه جایی هستین که یه عده زیادی نشستن و ناشنا هستم، اصلا ابدا مثل یه مهمونی چیزی هیچ وقت خوابتون رو عنوان نکنید. اینو ریکامند میکنم هیچ وقت توی جمع خوابتون رو نگید. خب چرا؟ به دلیل اینکه خواب هر جوری که تعبیر بشه همون اتفاق میفته. یادتون هست هفته پیش راجع به کلام صحبت کردن، راجع به حرف زدن، راجع به زبون، راجع به خارج شدن اون سخن، اون کلام از دهن باهاتون صحبت کردن که چقدر پاورفوله. یادتون باشه. پس به همین خاطر ما باید به کسی این خواب رو بدیم تعبیر بکنه که اولا نالج داشته باشه
و دوم من شما رو دوست داشته باشه. یعنی نالج اون تعبیر رو داری، یعنی بفهمی که تو وقتی این خواب رو داری بهش میگی چیه ماجرا، و ضمناً دوستت داشته باشه، عاشقت باشه. خب پس یادتون باشه با کسی که مشکلی دارین هیچ وقت مطرح نکنین خوابتون، چون که هر جور این خواب تعبیر بشه همون اتفاق میفته. خیلی مهمه این، میرسین بهش، میرسین بهش. هر چقدر که من ایگو داشته باشم و سلفیش باشم و خودخوا باشم، خواب یادم نمیاد. و هر چقدر که روحانی و اسپریچوال باشم، بیشتر خواب یادم میمونه. خیلی خوب، میخوام برسیم به جای خوبش. ببینید قبل از خوابیدن خیلی مهمه که من فکرم رو کجا ببرم، این کانشسنس قبل از خوابیدن کجا بره. ببینید ما وقتی وارد خونمون میشیم، وقتی یادمون باشه دست راستمون، دست ابراهام آوینو رو میذاریم روی مزوزا، یعنی چی؟ یعنی تمام مشکلات بیرون، تمام گرفتاری ها، تمام درگیری ها، تمام بالا ها، تمام خوبی ها، هرچی که بوده رو میذاریم کنار و با خست و مهربونی و عشق وارد خونه ما میشیم. این چی رو به تو میگه؟ میگه وقتی هم شب میخوای بخوابی با همون خسده بخواب، درگیر گرفتاری های اون روزه نباش، درگیر اون فکری که فردا چه اتفاقی میکنه نباش. چرا؟ چون که من وقتی میخوام بخوابم این بدن من باید در خدمت روح من باشه، در خدمت نشمای من باشه. خب ولی وقتی که بدنه، یعنی این فکره و این چیز روح منو در اختیار میگیره، به همین دلیل اجازه نمیده که روح من پرواز بکنه، بره جای خوبیدن خوب، بره جایی که باید بره. دقت کردین چی گفتم؟ یعنی من وقتی میخوام بخوابم، معمولا ما وقتی میخوام بخوابیم اولش فکر میکنیم اینا، فکر خوب، فکر قشنگ، فکر به قول خودمون خوشگل بکنیم. ما نمیدونیم فردا چی پیش میاد، من فردا کجا میخوام برم، به یارو چی بگم، اصلا ممکن فردا برای اون بابا هم نباشه یا whatever. گذشته که بیرونم از خونه اومدم، وارد خونم شدم، گذاشتم پشت در، پس قشنگ باید فکر بکنم. من موقع خوابیدن نباید ناراحت باشم، نباید نگران باشم، نباید بترسم، نباید بگم خدای فردا چی میشه، نباید شک داشته باشم، نباید ایگو داشته باشم، نباید افکار من افکار پستی باشه. ببخشید که این کلمه رو میگم، من باید افکار قشنگ و تو فکر این باشم که فردا به چه کسی کمک بکنم. این خیلی میرسیم حالا به اون که چی کار بکنیم شب راحت تر بخوابیم که بتونیم بالا بریم. ما هفت اولاموت داریم، روح ما باید وارد این اولاموت ها بشه، وارد این دنیا ها بشه. فقط میتونه وقتی که من نگرانم و وقتی که من حالم بده و وقتی که میره فکر من راجع به چیزایی که نباید بره، چه اتفاقی میفته؟ روح من در پایین ترین نقطه ای که فرشته های نگتیب و دارکنس تاریکی هستش، تو این لول پایین میشه و نمیتونه بره بالاتر. به همین خاطر من کابوس میبینم، نایتمر میبینم. متوجه شدین؟ یعنی من وقتی که اینطوری فکر میکنم و اینجوری، یعنی تو گرفتاری ها و درگیری ها و اینا که اصلا همش ایلوژنه، از خودخواهی من میاد. خب اینا منو میبره تو اولام پایین، از زیر اولام ملکوت حتی. به همین خاطر من وارد نایتمر و کابوس میشم. خب و این خود همین نایتمره، همین کابوسه، خودش مسیجیه که من باید از این حالت دست بردارم. یادتون باشه گفتم براتون این یه امتحانه، یعنی تو باید یاد بگیری که وقتی این اتفاق برات افتاد دست برداری از این حال، از این حالی که داریم. هر چقدر که این سول من بالاتر پرواز کنه، من آرومتر میشم، من روحانیتر میشم، من درستتر باشم،
با سول و روح بالاتری برخورد میکنم. مثل ربیشون بریوهای مثل آری حکاتوش، حتی موشه به نمران میتونه به ما کمک بکنه. وقتی من تو حالت خوب هستم، تو این حالت ببینین، این کلمه روحانی و اینا نمیخوام بیارم تو، ببخشی که میگم، تو حالت خوبی هستم، تو فکر کمک به دیگری هستم، تو فکر شادی هستم، تو فکر سیمخا هستم، تو فکر بخشیدن هستم، من میتونم از اینا کمک بگیرم، حتی از خود هشم میتونم کمک بگیرم. این خیلی مهمه که بهتون میگم که وقتی صبح بیدار میشم خودم هم میخوام پرواز کنم، اینقدر حالم خوبه. اما اگه با ترس و دلهوره بخوابم، وقتی که فکر و خیالم ناراحت باشه، ای وای یادتون باشه همه چی دست من ماست، همه چی دست خودمونه. اونجایی که چند وقت پیش صحبت اختیار و انتخاب رو با شما کردم، این یک نوع انتخاب خودمه، کسی تو اینجا دخالت نمیکنه، خدا هم دخالت نمیکنه، چون اختیار دست خودمه. من میتونم اینجوری بخوابم، میتونم اینجوری نخوابم. خب متوجه شدین؟ من میتونم شب با عشق، با آرامش، با هپینس بخوابم، میتونم با گرفتاری و درگیری بخوام، انتخاب با من. من بهتون ریکامند میکنم که سعی کنیم با شادی و خوبی بخوابیم. ببینید یونیورس هم با ما تو خواب تماس میگیره، خیلی جالبه. من هر چقدر که خالص‌تر باشم دنیای بهتری با من تماس میگیره. خب میخوام اینجا بهتون بگم پس بهتره برای خواب خوب را... حالا میخوام بهتون بگم که برای خوابیدن خوب یه راه‌های مختلفی هست. یه 5 دقیقه وقت دارم اینم بهتون بگم، براخش بکنم. ببینید ما قبل از خواب تفیلا و دعاهای خیلی خوبی داریم، مثل شمع اسرائیل، شمع اسرائیل شب، شمع اسرائیل خواب، آنا بکوخ و دعای دیگر. حالا توضیح میدم چرا شمع اسرائیل آنا بکوخ. میخوام چیز بهتری بهتون بگم. ما وقتی وارد رخت خوابمون میشیم، اول باید خودمون یه مدیتیشن با خودمون داشته باشیم و اونی که با خودم بگم این بدن من خیلی متشکرم برای اینکه به روح من خدمت میکنی، از بدن تشکر بکنم، ممنونم از اینکه به روح من خدمت میکنی. دوم باید از همه کسایی که تو زندگی من هستن، فرقی نمیکنه، تشکر کنم، حتی از کسایی که من فکر میکنم به من بدی کردن. چهارم، همه کسانی که من فکر میکنم باز من اذیت کردن، ببخشم. من فکر میکنم من اذیت کردن، ببینید اون کسایی که ما فکر میکنم بدن ما رو اذیت، اونا به ما مسیج زندگی رو میدن. بلا آدمایی که خوبن و چی میگن به قول معروف رفیق یار غارن و اینا ما رو دوست دارن، که دوست دارن، ولی اون کسایی که با ما یه نوع درگیری دارن، اونا هستن که به ما مسیج میدن صبر و همه چی رو. anyway من باید این رو هم ببخشم، حتی از کسایی که من احتمالا اونا رو احتمالا یه بدی گفتم، اذیتی کردم، خودم رو ببخشم که دیگه این اتفاق نیفته. خب شمع اسرائیل شب اگه دقت بکنین، یکی دو تا صفحه قبلش همینو داره که من خدای من میبخشم هر کسی رو که من بد کرد، هر کسی رو به من اچاف کرد، از که پول منو خورد، هر کسی، حتی میرسه به جایی که میبخشه کسی رو که حتی به قاضی من تجاوز کرد، هر کسی که به من بدی کرد، همه رو میبخشه. و بعد شمع اسرائیل رو میخونی و بعد این بیبی میرو میخوابی. یه جوری یکی از یه ربای اینو به من گفت، این یه نوع وصیت اصلا که تو همه رو بخشیدی، چون شک میخواد معلوم صبح چه اتفاقی میفته، پس راحت میخوابی. خب و میدونی که وقتی هم که میخوان کسی رو دفن کنن، ما از همه میخوان که ازش محیلایی به طلبن،
چون که اونم داره وارد یه خواب بزرگی میشه. حالا بعد وقتی این کارو کردم، وقتی میگم از رو وقتم میخوام که خواهش بکنم بگم خدا به من بگو من فردا فلان مشکلمو چجوری حل کنم، چه کار باید بکنم، به من این خبر رو بده. خب به این دلیل من خودم متصل میکنم به اپر ورد، به دنیای بالا، به دنیای روحانیت، جایی که روح من میخواد بره و اون از اونجا بر میگرده. خب دقت کردیم چی شد؟ حالا اگر همه این کار رو هم کردیم و باز حالتون حال خوبی نبود، یا وقتی اتفاق پیش میاد زندگیه، ببینید یه کتاب زهر، این زهر رو ببینید، این من همیشه بغل من، یه کتاب زهر بالا سرتون بذارید بخونید، اسکن بکنید، احتیاجی نداره بفهمید معنیش چیه، چون که روحت میبینه اینو، اسکنش بکن. حتی یه وقتای نصف شب خواب بعدی بالا پایین میبینی، این زهر رو بگیر بازش بود، اسکن کن ببین چه اتفاقی میفته با اینکه خسته هستی. خب اینم تو اینجا. حالا آخرش اینه که بعض وقتا دیگران برای ما خواب میبینن، خیلی جالبه نه، به خاطر چیه که دیگران برای ما خواب میبینن؟ برای ما تعریف میگن فلانی من دیشب خوابتو دیدم، به خاطر اینکه هر چقدر که خدای به من مسیج رو تو خواب به من داده یه جورایی واتوه، من متوجه نشدم، حالا اومده به کسی دیگه میگه بیا برو این خوابه رو به این بگو که این سورپرایز نشه دوباره، این بدونه که من دارم مسیج رو بهش میدم، هشدار رو دارم بهش میدم. و آخرین حرفی که میخوام بهتون بزنم اینه که یه خواب ممکنه سالها طول بکشه، میگه 22 سال طول بکشه تا به واقعیت برسه، یعنی تا موقعی که من یادم بیاد ممکنه این اتفاق بیفته. درست عین خوابی که یوسف دید تو سن 17 سالگیش، بعد چندین سال دوباره این خواب تعبیر شد. خب پس ممکنه ما بعضی خوابا رو تعبیر شه بشه، قسمتیش تعبیر شه، بعضیاش میتونیم تغییر بدیم. خوابی که نباید تغییر بشه توسط حالا یه خوابی هم خوابی میبینیم که نباید تغییرش بکنیم، خیلی خواب سختیه، خیلی خواب بالاییه، میدونین حتما اینو توی کنیسای میتونیم بریم با توسط یه ربای و سه تا شاهد با یه تفیلای مخصوص کلیرش بکنیم. خب هیچ وقت این خیلی آخرین حرفی که میخوام بهتون بزنم، پیش فالگیر و مدیوم و اینا نرید. اینا معمولا ممکنه به شما یه چیز درستی هم بگن، ولی من اسرائیل نباید این کارو بکنم، چون که من خودم آگاه هم الان میدونم چه خبره، متوجه هستین؟ تو این شهر ما هستن جاهایی که دارن این کار رو میکنن و خیلی هم دنبالشون هستن، میرن چه میدونم یه کارایی میکنن توی حلقه ملقه، یه همچین چیزایی هستش که شاید خواب رو تعبیر بکنن و بخوان مثلا یه چیزی رو از وجود یارو بیارن بیرون، ممکنه درست باشه ولی برای من کار نمیکنه. اگه دقت بکنین میبینین اکثر این کسایی که این کار رو میکنن خودشون زندگی خوبی ندارن، خودشون زندگی بسیار بسیار بد و زشتی دارن، ولی همین آدم ها میان برای ما میخوان چه میدونم تعبیری بکنن و فالی بگیرن و این صحبت و کار ما نیست. ما جای خوبی هستیم. همیشه خوابتون رو به فال نیک بگیر. خوابتون خواب خوبیه. همیشه خواب خوبه، چون که این یه مسیجه، یعنی شما رو داره آگاه میکنه. هر خوابی گمزل تو با گمزل تو با. از خدا میخوام که تونسته باشم امشب این مسیج رو بهتون بدم که از امشب شروع کنیم که قشنگ بخوابیم مثل بیبی، راحت و زیبا. خیلی خیلی ممنونم ازتون که با من بودین
و متشکرم از اینکه با من هستین اینجا و همینطور متشکرم تمام کسایی که یاد گرفتن بعداً این کلاس رو ببینن. ازتون میخوام که بیاین تو کلاس ها. من میدونم که خیلی هاتون میبینین این کلاس من رو بعداً، ولی اگه باشین خیلی بهتره، میتونین سوال بکنین، میتونین با هم دیگه یه کامیونیکیشنی داشته باشیم. در هر حال دوستتون دارم و ممنونم ازتون. اگه سوالی هست در